سلام رضا تاری بشار هستم یه قطعه فوقالعاده و درخشان با یک آغاز شکوهمند و بسیار مستحکم و زیبا از شاهنامه فرروسی شروع داستان زحاک که اصلا عالیه به نظرم واقعا حرف ندارد شروعش فوقالعاده است اصلا یه این کوه و سواره واقعا چیز عجیب قریبیه و در باب زهاک یا آژیر هاک یا حالا روایت های مختلفی که توی تاریخ تبری و تاریخ های دیگه در ارتباط باش هست و یه بارم قبلا گفتم خدمتون که زهاک علی حساب زنده است طبق اساتیر زرتشتی و در کوه دماوند در یک جایی در یک قاری جایی در اون کوه دماوند در سلسله جبال الواز جایی در بند است و فریدون نکشتتش به خاطر اینکه اگر میکش پلیدی و زشتی جهانو میگرفت تا یک روزی که گرشاسنا میبرخی زد و زهاک آزاد میشه و اون جنگ بین گرشاس و زهاک به کشتن زهاک منجر میشه این تیه اون روال جبری دوره دوازه هزار ساله زرتشتیه که میدونی که دین زرتشتی یک دین چرخهیه این خطی نیست که از یک نقطه شروع بشه و یک نقطه خط بشه دوریه در حقیقت به هر حال داستان زحاک چو زهاک شد بر جهان شهریار برو سالیان انجمن شد هزار هزار سال حکومت کرد و پدرش هم کشت آقای زحاک سراسر زمانه به گشت باز برآمد بر این روزگاری دراز نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادووی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز به راست. شروعش اصلا به نظر من اصلا واقعا اینه یه کوه زیبا و اصلا عالیه من بد میخونم وگرنه فوق است فوق العاده البته یه نکته بهتون بگم یه دعوایی بین زهاک در اتات با زهاک بین شاملو و یه سری از این شبگرایای دوره 40 سال پیش 60 سال پیش هستش که به زحاک طبق اون داستان دیایکوی ماتها و آجیده ها کنین یه نسبت های مثبتی میدن که یکی از دعوایی که شاملو در ارتباط با این قضیه با فروسی داشت سر این نسبتی که میگن به صورت طبقاتیگری احتمالا ممکنه شاید زحاک در حقیقت میخواسته که اون سلسله ظلم و جور رو هم بزنه و توی اون تاریخچه طبقاتی زرتشتیگری قدیم این اسمش عوض شده چرخه عوض شده به صورت یه آدم بد در اومده البته این قابل اثبات چیزی که من خوندم نیستش ولی به حال یه سری تئوریا دادن توی ش سال قبل تا با زحاک. ولی به صورت عرفی چیزی که من خوندم در تاریخ تبری و غیر و غیره اشاراتی از زهاک میتونید توی ویکیپدیا و غیره پیدا کنید زهاک انسان بدی است اولش خیلی بد نبوده به تدریج بد و بدتر و بدتر میشه و هزار سال حکومت میکنه تا فریدون میاد و شرش رو میکنه چو زهاک شد بر جهان شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه به دو گشت باز برآمد بر این روزگاری دراز نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان زشتی رو شد و خوبی پنهان هنر خار شد جادوی عرجمند. نهان راستی آشکارا گزن هرچی رو بود زشتی و پلیدی بود و پلشتی شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز براز دو پاکیز از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید که جمشید را هر دو دختر بودند سر بانوان را چو افسر بودند زحاک دو تا دختر جمشید رو که جمشید رو عرق کرد در حقیقت جمشید جم رو که شاه خوی بود اول و سالیان سال حکومت کرد ولی در نهایت چون مقرور شد و یه غرور عجیبی گرفت و غرور خدایی گرفتش فر ایزدی از اون برداشته شد و زحاک خوشکشید بالا و در نهایت در طی جنگ های متوالی جمشید شکست خورد و زحاک اونو عرق کرد و الان زحاک قدرت رو گرفته دستش و دخترای جمشید رو از اونجا میاره بیرون و زن خودش میکنه دو پاکیز از خانه جمع شید برون آوریدند لرزان چو بید که جمشید را هر دو دختر بودند سر بانوان را چو افسر بودند ز پوشیری رویان یکی شهر ناز دگر پاک دامن به نام نواس به ایوان زحاک بردن نشان آن اجده فش سپردن نشان به پروردشان از ره جادوی بیا مختشان کجی و بدخوی ندانست زحاک جز کجی آموختن جز از کشتن و قارت و سوختن بابا بابا واقعا <applause> چنان بود که هر شب دو جوان چه کهتر چه از سخمه پهلوان خورشگر ببردی به ایوان شاه همی ساختی راه درمان شاه قبل از این شهریار شدن زهاک و بر جهان حاکم شدنش اون داستان خورشگری که میاد شیطان ابلیس اهریمنی که بر چهره آشپز خورشگر میاد و دو بوسه میزنه بر دو تا شونه زهاک قبل توی شانه فردوسی هستش و بوسه میزنه و فلان و دوتا مار از اونجا میاد که هر روز باید مغز انسان میخورن این اشاره به اون میتونید ارجا کنید به و بخونید قبل از این بخش زهاکی چنان بود که هر شب دو مر جوان چکهتر کهتر از تخمی پهلوان خورشگر ببردی به ایوان شاه همی ساختی راه درمان شاه آشپز اهریمن سر اونا رو میبرید و مغز اونا رو توی غذای شاه قاطی میکرد که اون مارها آرام بگیرند بکشتی و مغزش به پرداختی مران اجدهار خورش ساختی زهاک اجدافش دو پاکیز از گوهر پادشا دو مرد گران مای و پارسا یکی نام ارمایل پاکدین دگر نام گرمایل پیشبین چنان بود که بودند روزی به هم سخن رفت هر گون از بیش و کم ببینید اینا قهرمان دو نفر انسان شجاع میخوان که جلوی این کشتار آدم ها و آدم های جوونه که مغزشونو رو مار میدن و بگیرن اینا واقعا انسانهای بسیار شجاعی بودن توی اون وضعیت زحاک نشان و خودشون رو به یه نحوی نفوذ میدن در دربار و یکی از اون نوتا رو کم میکنن یعنی با مغز گوسفن مغز یه انسان رو قاطع میکنن که هر روز یک نفر رو آزاد کنن اینا قهرمان واقعی و شجاع چنان بود که بودند روزی به هم سخن رفت هر گون از بیش و کم زبیداد گر شاه وز لشکرش، و وزن رسف های بدن در خورش یکی گفت ما را به خالی گری به آشپزی به باید بر شاه رفت آوری وزن پس یکی چاره ای ساختند زهرگون نیشند آختر مگر زین دوتن تن را کریزند خون هر روز دو نفر رو می مغزشون و غذا قاطی میکرن. یکی را توان آوریدن برو